بگیریم. من معرفی کنم این دستگاه آبربانک سر کوچه مونه. این کوچه مونه آیلوی امسی اما بگیم فعلا این سی کمان گرفتیم ببینیم. آره برای این میخوایم آنسی برای چی میخوایم؟ من معرفی کنم ایشون داری سر کوچه مون چیز داره. چی میگن؟ چیزی کامپیوتری داره، خدمات کامپیوتری داره. این هم میلی دیوی نه سونی بده. سونی ندارم فرق نمیم کداک که مالا همون دوربین اینا هم بود. این عینک خودمه. این عینکی که از اینجا اومدم مال این بود. ششمو داشت اذیت می‌کرد. بعد من اونو زدم دیگه خلاص. الان ببین این عینکتون دو تا شد. واسه این عینک من اینه. حقیقت موزیکو یه ولوم بدی؟ حقیقت موزیکو یه ولوم هم میدیم. حسام سب سجدا هست. حسام سب داری؟ آقا حسام سب داری ها؟ هیچ بگه نداری دیگه نمیدونم یه بار دیگه بزن قیافشن نمیخوره البته اینا هر دروغی میگن که بالاخره این دو تومن رو بگیرن. حالا تو بذار ببین حسام سب داری یا نه؟ آقا این نداشت که زایه میشیم که توزه دستگاه الان میبینیم که او اولی باشه حضرت رفت بهشون. فقط یه دونه آهنگه بوده چرا ولی باز داره دمش گرم اینا بیا حسام یه جلو اینا رو بگی. اینا مثلا من میگم فریستایل. خب من مثلا اینا کارهایی که مثلا دارم یعنی هنوز در دست چیزی هنوز خونده نشده و اینا. این مثلا اینا او کیپم چپشو. اینا مثلا یه سریاشه. اینا یه سریاشه. او اینا هم یه سریاشه. اینا کارهاییه که چیز نشده. آقا خواهش میکنم بار سوم شما داری زنگ میزنی. خواهش میکنم نزا من دهنم باز بشه چهار تا چیز بگم که در خور شخصیت شما و من نباشه. خب به خدا بار سومش زنگ میزنه. من نمیدونم داستان چیه. اینو ما میذاریم اینجا سام جون. یه سری سایت ها، یه سری آدم ها، یه سری دوستان هستن. خب میان میگن تو چرا مثلا فیری کن یا فیری نمیدی یا مثلا ما رو میبینن جایی میگن فیری بده فیری بده فیری بده. دوستان با وجود این همه کار حالا اینا که هیچی اینا 20 تا بیشتر ها ببین آدم مزاحم همینا ها دوباره همون شماره. آقا این شماره آماری شد. این شماره الان آماری شد. گرفتی قشنگ؟ من این ریجکت میکنم. دوستان نگاه کنید اصل داستان اینه. ببینید من با وجود
این سایلنتش کن. من با وجود این همه تکس خدا وکیلی من اینا رو چجوری بشینم خدا وکیلی هم حفظ باشم همچی؟ درسته که همش جزی کارهای خودمه، ولی اینا همه تکسه و اینا هم همه چی. من اگه بخوام فری استایل کنم که امروز میکنم، اینو میگیرم حالا مثلا نگاه میکنم روش مینا هر کدوم خوبه برق میزنم از روم مجبورن، حالا به خاطر اینکه حفظ نیستم و اینا دیگه. حالا ما رو ببخشید دیگه، این یکی از نواقصی که من میتونم داشته باشم همه اینه که من تکسامو حفظ نیستم و اینکه استودیو هم میرم از روی تکس میخونم. همیشه هم یه کاربون میذارم زیر دستم، یه نسخهشو میبرم استودیو میخونم، یه نسخهشم میره لای همین چیز. خب حالا میتونیم پیاده شیم و بریم ببینیم چی. داداش بیا کار دادا دی دادا یکی دو تا سه تا، این سه تا کار رو ما از این آلبوم میگیریم. خب ببخشید من دیگه اینجوری ارو میخونم دیگه، من حفظ نیستم دیگه، دم و دستگاه اینجا مدرسه هم اینجوری بودم. میگه بگو کجا بودی اگه نبود فیتای خوبه، بذار افشا کنم بسوزه تا فیخال دونت، اگه تو آهنگ یکی پاپ خوب بخونه دلیل نمیشه که بگی کار بود نمونه. الان هر کیو میبینم تو راب دستمال داره، بدون بالا اومدن تکی پس کار داره، آرزوت باید باشه مثل من رکورد کنی، کاری میکنم که بیفتی تو به گوخوری، بدون کارهای شاخ رپ فارس بوده کار ما، حتی با یه اشاره میندازم کودتا برا، واسه چهار تا فیت و فوت و کلیپ پوز نده هیچ وقت، چون نمیدم تو راب بهت فرصت بیش در. هر چیزی که تو رب تو ما بدیم درس او ندیدم شختر از خودم تا به این لحظه، برا بکسم مثلا مثل پروانه دورم، تو سرباز صفری و من سردار تو هم. من خسته نباشید میگم و همه دوستایی که توی این آلبوم خب واسه من زحمت کشیدن، خیلی ها بودم. من بخوام بگم الان تک تک دوستان من خب خیلی کارامو امیر حسینی واسم زد، کارامو واسه حمید منفی زد، کار بازیچه و کار ولی خیلی دیره رو هومتوکی واسه من زد و خیلی هاشم باز دانلود بود. میگم هلوش هفت تا ترکم و از 13 تا هفتشو ساختم، 6 گفتم دانلود بذارم بشه. مهتی مورگان خیلی کمک کرد تو میکس و مسترها، رامین پیر خیلی کمک کرد تو میکس و مسترها، حمید منفی خیلی کمک کرد تو میکس و مسترها، استودیوی باروک بود آرتا خیلی کمک کرد تو ضبط و رکورد و اینجور چیزا، چون من از غرب میرفتم کارا رو میگرفتم میبردم شرق میزدم مهتی مورگان میکس کنه. بچه هایی که سایت رو دارن چیز میکنن، سایت sms.ir رو واسه هم سایت رو بردم بالا، خیلی زحمت کشیدم. من از همینجا جا داره تشکر کنم محمد عزیز که انقدر داره زحمت میکشه، از حسام زیرو تشکر میکنم بابت همین بند وسطی که الان خودت دوست عزیز داری مثلا فیلم میگیری واسمون، ایمان وقتشو گذاشت امروز، ایشالله که حالا موقعیتی بشه ما کلیپ ها رو بتونیم بگیریم و شما هم ما راضی باشید. من خدا وکیلی تمام عشق و شوق هم اینه که بتونم یه کاری بدم بیرون هم شما خوشتون بیاد و هم لحظات خوشی رو با موزیک های من داشته باشید و با گوش دادن به موزیکای من یاد اون لحظات خوشی که داشتید بیفتید و بتونید که مثلا حالا یادآور تایم خوبی واسهتون باشه و مثلا خاطرات خوبی رو بتونه واسهتون تداعی بکنه. از اینکه وقت گذاشتید شما هم تونستید مثلا حالا این مستند یا حالا این حالا یه حالت مصاحبه یا حالت مستند به نظر من بیشتر، چون الان ما چیزی نداریم مثلا چیزی نداشتیم. آره واقعا چیزی نیست که مثلا ما اینجا قایم کنیم مثلا بخوایم مثلا بگیم آ اینجاش خیت شد یا فلان شد، هر چی که بود همیناست، این کاراست، اینا مثلا فری استایل چهار تا از این کارا گرفتیم. از بچه‌ها تشکر کردیم، این دوستایی که امروز حالا وقت گذاشتیم بلند شدیم اومدیم بام تهران و اینکه منم اینو بذارم اینجا و از طرف حسام استرس یه سورپرایزایی که آینده واسه شما بازی کنندگان و بینندگان است. حالا صحبت کردیم در آینده چلا بعد ماه رمضان، حالا 100% نیست ولی ما تلاشمون رو میکنیم که بعد ماه رمضان کلیپ هایی که حالا حسام درست کرده یه دونش رو حالا بهتون قولش رو میدیم که در آینده نه چندان دور خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. انشالله که خوشتون بیاد و بتونید مثلا باش حالا به قول معروف بازش رو بگیرید. میخوای در مورد آلبومت هم یه توضیح بده؟ آلبوم آره یه توضیح کوچولو آلبوم قشقرق هست، من یه آلبوم جمع کردم آماده از تکساشو که دیدی
موزیکاش هم ساختیم و تمامش کردیم دیگه. یعنی یه جورایی آلبوم من آماده است، فقط منتظر یه جورایی از حواسم پرت کردن داشتن صدامو میکنن. حقیقت من حواسم پرت شد، فرش افکار گرفتم. منتهای مرتب آره این آلبوم آماده است، موزیکاش هم زدن، خوندم، میکس شده، مستر شده، همش انجام شده. منتظر حمایت سایت ها هستیم و یه مقدار یه جوی که بالاخره میدونی چی میگم، دانلودا بره بالا، بازدیدا بره بالا، که ما هم با خیال راحت بتونیم کارامون رو پخش بکنیم دیگه. آلبوم قشقره خداکری یکی از آلبومایی بود که میدونید من هر آلبومی که میدم جدید بیرون میگم خب این بهترین آلبومه. خب طبیعتا هم همینطوره. من مطمئن باشی آلبوم بعدی هم که بخوام بدم بیرون و جلو دوربین واسه آلبوم بعدی هم بخوام بدم بیام و توضیحاتو بدم، مطمئن باشید سر اون آلبوم هم مثلا میگم این بهترین آلبومه. یه سال بعد بعدش دوباره اون بهترین آلبومم خواهد شد. خب هیچ کس دوست نداره درجا بزنه و یا اینکه بخواد آلبوم جدیدی بیرون بده که از آلبوم قبلیش بهتر نباشه. طبیعتا هم اینطوره که تو هر آلبومی خب تلاش هر خواننده بیشتر میشه و بیشتر خودش به تک و دو این هستش که بتونه مثلا تأثیر بذاره مخاطبش. امیدوارم که این آلبوم جاشو تو دل شماها باز بکنه و شما هم یه مقدار دیدتون نسبت به من و حالا کارهای من عوض بشه. چون خیلی هستن میگن تو مثلا خیلی فیت میدی فلان. خب این درسته، من به خاطر مشکلاتی که خودم دارم، هر کی هم بالاخره یه جایی باید بودجهشو در بیاره و یه جایی باید خودشو ساپورت بکنه، خرج روزانه‌شو و مایحتاج زندگیشو. من حالا از دوستان نزدیک حسام که هستم، حسام هیچ کمک مالی از سوی خانواده‌اش یا شخص خاصی بهش نمیرسه. هر کاری که بابت کاراش میکنه یا کلیپاش یا چیزی که در آینده میبینین همش از این کارش در میاد، یعنی از شغل خودش که سینگر رپ هستش در میاد. یعنی هیچ حمایت مالی نداره. حمایت مالی من نرم، من به خاطر اینکه درآمد خودم رو در بیارم کار به مشتری میدم و حالا با چهار نفر فیت میکنم. و از همون راه من یک آلبومم هر سال جداگونه خودم تاکید داشتم که ایشالله شما ببینید که آقا این هر سال حسام استپس یه آلبوم تکیه خودشو داره. حالا کارهای مشتری هم در کنارش هست که ما بتونیم امرار معاش بکنیم دیگه. امیدوارم که اما راضی باشید و این گلر هم دیگه از ما نداشته باشید. ممنونم، متشکرم. من عاشق شعله زردم. خب بعد الان دارم شعله زرد رو میبینم، همچین حال و احساسم بالا پایین میشه. واقعا خوشمزه است، دوست دارم. من عاشق شعله زردم. این دلخوشی منو همش ازم میگیره.